سایت گلوبال وایس که میگوید جامعه بیمرز و متشکل از 1400 نویسنده، تحلیلگر، کارشناس و مترجم را نمایندگی میکند، به مناسبت چهارمین سالگرد کشته شدن ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، ضمن چاپ گزارشی مشروح درباره علل و چگونگی کشته شدن او که ناشی از خشم تندروهای حکومتی از ابراز عقاید سیاسیش بوده، می نویسد مادر ستار کماکان خواستار اجرای عدالت است، آن هم نه تنها برای پسرش بلکه تمامی ناراضیان سیاسی در ایران. محمد نوریزاد، فعال مدنی و روزنامه‌نگاری که پرونده ستار را از ابتدا پیگیری کرده، مرگ این وبلاگ نویس را ناشی از حمله‌ای منجر به قتل توسط مأموران حکومتی می‌داند. الان پرونده ستار بهشتی از نظر حاکمیت تمام شده است. از نظر خانواده‌اش هم به تعبیری همچنان گشوده و الی الابد تا زمانی که اعاده حق بشه. خانم گیتی پورفاضل وکیل ایشون دقیقاً رسماً ایشون میگن، میگه اون مأموری که ایشون رو زده بود، کشته بود، رسماً آمد پیش من که وکیلش هستم یا توی دادگاه، رسماً پیش خانوادش گفت من او رو زدم، کشتم، به خاطر اینکه پا به پای من با من جدل میکرد و من سیر نمی شدم از زدن او، اینو بردنش، حالا وقت تموم شد بردنش زندان، فرداش او رو خواستم و مجددا زدمش به خاطر اینکه شب نمیتونستم بخوابم از شدت اینکه حالا یه کارگر بی سر و پا همچنان داره با من، مثلا یه افسر کارشناس هم داره دهن به دهن میکنه. بله، ماجرای خون ستار از نظر نظام، از نظر جمهوری اسلامی یک ماجرای تمام شده است، یه پرونده بسته شده است. نه من، نه شما، نه هیچ کس نمیدونیم که اون مأمور الان چی شده. میگن که به 3 سال زندان محکوم شده. تمام شواهد بر اینه که یک قتل عمد بوده. الان کی خبر داره که اون مأموری که زد ستار بهشتی رو کشت، آیا داره دوران محکومیتشو میگذرونه؟ اصلا کی خبر داره محمد رضا رحیمی با میلیاردها اختلاس و زندانی که محکوم شد و رفت زندان، آیا همچنان داخل زندان هست؟ سعید مرتضوی به همین شکل، دیگران به همین شکل، یا همین ماجرای سعید طوسی؟ آقای نوریزاد معتقد است اجرای عدالت در مورد ستار بهشتی اگر عملی شود به ایجاد ابعادی به مراتب گسترده تر در صحنه زندگی ناراضیان سیاسی در ایران منجر می شود. ماجرای ستار بهشتی فقط و فقط از یک منظر قابل اعتناست. باور کنید مادر ستار بهشتی است، خواهر ستار بهشتی است که اسم ستار بهشتی رو زنده نگه داشت و جهانی کرد. وگرنه ما افراد زیادی داریم که زدن کشتن، خانوادهشون سکوت کردن و این یک آموزه بسیار بزرگی است برای ما که ما میتوانیم اجازه بدیم ما رو بزنن بکشن و ما با سکوتمون مهر تأیید بزنیم بر رفتار خائنانه و جنایتکارانه اونها و میتونیم پای مطالبه بی سرانجام خون عزیزمون بیستیم، با علم به این که میدونیم افق مقابل هیچ نیست جز بن‌بست، اما میتونیم آبروی اونها رو ببریم و مفتضحشون بکنیم. گلوبال وایس میگوید مادر ستار که حاضر نیست در مقابل بی عدالتی سکوت کند، کماکان عکس قاب شده پسرش را هم میکند که مظهری از قربانی شدن در بی عدالتی است.